این هفته آتش نشانی از آسمان، از روی زمین و حتی روی خط آهن. آتش سوزی اخیر در کالیفرنیا مرگبارترین آتش سوزی تاریخ این ایالت بوده. شعله‌های آتش جان 80 نفر رو گرفته و صدها نفر همچنان ناپدیدند و چند شهر کوچک به تمامی نابود شده. در تمام مدت آتش سوزی وقتی مردم فرار می‌کنند، آتش نشان‌ها به استقبال خطر میرن. آتش نشانی حرفه‌ای که جسارت می‌خواد و آموزش. هر چه به پیش می‌ریم، نقش فناوری هم توش پررنگ‌تر میشه. هم در فهم بهتر رفتار آتش موثره، هم برای مقابله با شعله ها. خیلی از کسانی که دوست دارن آتش نشان بشن از اینجا شروع می کنند. مرکز بین المللی آموزش آتش نشانی در دارلینگتون، شمال انگلستان. آتش نشان های شجاع از همه جای دنیا میان اینجا که آخرین شیوه های مبارزه با انواع و اقسام آتش رو یاد بگیرن. اینجا سناریوهای مختلف آتش سوزی رو شبیه سازی می کنند. سکوی نفتی، آتش صنعتی و چیزهای دیگه. مثلا تانکر نفت چپ کرده، هواپیمای جزغاله، از کوچکترین گرفته تا بزرگترین، از ایرباس تا بوئینگ. تصور ما از آتش نشانی لباس ضد آتش و شلنگ آتش نشانیه، ولی واقعیت اینه که آتش با آتش فرق داره و با هر نوع آتش باید هوشمندانه روبرو شد، جوری که احتمال نجات کسانی که گیر افتادند و گیر نیفتادن آتش نشانها بیشتر بشه. توی این تمرین اول از آب به عنوان سپر استفاده میکنند. آب رو درست میپاشند به وسط آتیش تا دو قسمت بشه. بعد از اون هر قسمت رو به نوبت جدا جدا خاموش می‌کنه. تلاش گردانندگان مرکز اینه که سناریوها تا جایی که ممکنه واقعی باشن، نه فقط آتش بلکه رسیدگی به قربانی‌ها. دیدن علمی که پشت آتش نشانی خوابیده واقعا جذابه. مثلا اگه منبع آتش نفت سفید باشه، با آب نمیشه خاموشش کرد. با آب صرفاً شعله ها رو کنترل میکنن که یکی دیگه بیاد با آتش نشان پودری خاموشش کنه. سوال اینه که اگه شعله ها خاموش شد، یعنی کار تمومه؟ اینجاست که دوربین حرارتی به کار میاد. چیزی رو با آتش نشان ها نشون میده که با چشم نمیشه دید. در نتیجه بعد از اینکه آتش ظاهراً خاموش شد، روی منطقه‌ای که آتش گرفته بود آب میگیرن که اگه جاهایی هنوز داغه بفهمن. در سال 2012 بقایای آتشی مربوط به 1,000,000 سال قبل در غاری در آفریقای جنوبی کشف شد که به احتمال قوی به دست یک انسان راست قامت برافروخته شده بود. تسلط بر آتش یکی از اون اتفاقات مهم بود در زندگی انسان که منجر شد به یک سلسله اتفاقات انقلابی در زندگیش و باعث تسلطش بر گونه‌های مشابه شد. اما چیرگی بر هر آتشی کار ساده‌ای نیست. تاریخ بشر پر از آتش سوزی‌های مهیبی که نتایجی تأسف‌بار و وحشتناک به جا گذاشتند. تشخیص و اطفاء آتش راه‌های متعددی داره که لارا لینگتون از بعضی‌هاش براتون گزارش تهیه کرده. در دو سال گذشته نیمی از واحدهای آتش نشانی بریتانیا به این پهپادها مجهز شدن. کارشون حفظ امنیت آتش نشان هاست. هر پهپاد یه دوربین HD و یه دوربین حرارتی داره که تصویر دقیق تری از آتش به دست میده. تصویر دقیق تر یعنی فهم بهتر آتش و شکل گسترشش. You
با پهپاد عملاً در کمتر از 5 دقیقه میتونیم وضعیت کلی آتش رو ارزیابی کنیم و ماشین‌ها و نفرات رو بفرستیم جاهایی که باید. شبیه شطرنج میمونه، ولی تصمیم گیری بر مبنای تصویری که از پهپاد میگیریم. ویژگی بسیار مهم دیگرش اینه که گسترش آتش رو از بالا بهمون نشون میده. بجز آتش نشانی، برای عملیات جستجو و نجات آدمهایی که در معدن یا توی آب گیر افتادن هم از این پهپاد استفاده کردن. دوربین HD روی پهپاد میتونه چهره آدمی در فاصله 800 متری رو به خوبی نشون بده. برگردیم به موضوع آتش و آتش سوزی عظیم کالیفرنیا که همین تازگی رخ داد. محققان دانشگاه وستمینستر دارن سیستمی طراحی میکنن که حسگرهای پهپاد و حسگرهایی رو که روی زمینه با هم ترکیب کنه. هدفشون اینه که راه حلی برای مقابله با آتش سوزی پیدا کنن. این حسگرهای آزمایشی با نور خورشید کار میکنن. میتونن میزان دی اکسید کربن، مونوکسید کربن، اکسیژن، رطوبت، دما، ارتفاع و موقعیت رو اندازه بگیرن. هدف پروژه اینه که حسگرها رو یک جا و در قالب یه ابزار خیلی کوچیک و ارزون جا بدن که بشه در مقیاس انبوه در مناطقی که احتمال آتش سوزی های طبیعی هست پخششون کرد و گزارش لحظی از وضع اون مناطق گرفت. هر کدوم چیزی حس کنه به همه حسگرهای مجاورش هم خبر میده. مثل یه شبکه عمل میکنن. چیزایی رو که باید اندازه بگیرن اندازه میگیرن و میفرستن به هسته شبکه، اونم میفرسته به سرور اصلی. و سرور اگه لازم باشه پهپاد رو راه میندازه که گزارش تصویری بگیره. در نتیجه وقتی هواپیمای آتش‌نشان میاد محل حادثه، همه اطلاعات لازم رو از حسگرها و پهپادها گرفته. میدونه سرعت با چقدره، از کدوم ور میوزه، تغییرات دما چیه و غیره. بنابراین وقتی میرسه بالای محدوده آتش سوزی، میدونه آتش دقیقاً به کجا رسیده. در مخزن رو باز میکنه و انگار از آسمون گرد اطفاء باریده باشه. درست همون جایی که باید بباره. با این شیوه شما میتونی تمام 24 ساعت شبانه روز اطفاء حریق کنی، حتی در شرایطی که هیچی نمیبینی. و اما این، اسمش استینگر. استینگر از جداره فلزی و تقریباً هر سقفی رد میشه و میتونه کف یا آب رو بفرسته به قلب آتش. حجم و شدت آبی که میپاشه حیرت انگیزه. استینگر دقیقه 1000 لیتر آب میپاشه. کنارش هم خروجی جت داره که از این هم قوی تره و میتونه 4.5 برابر سرش آب بپاشه. علاوه بر این روی خودش دوربین حرارتی هم داره که دقت کار رو بیشتر میکنه. در حال حاضر تنها جای بریتانیا که استینگر داره بلک برنه. اینطور که میگن هر یه دونش 600 هزار پونده. ولی هرچی جلو میریم و فناوری پیشرفت میکنه، هزینه ها پایین میاد و کم کم نسل بعدی ابزار آتش نشانی عادی میشه. این از لارا. اما برگردیم به مرکز بین المللی آموزش آتش نشانی. اون آتشی که شعله‌ور البته که خطرناکه، اما اون آتشی که دیده نمیشه و هر لحظه ممکنه شعله‌ور بشه به مراتب خطرناک‌تره. توی این آزمایش میخوان نشون بدن اگر گازهای قابل اشتعال در ارتفاع بالا و در معرض یک جرقه قرار بگیرن چی میشه. بهش میگن فلش اوور. این شکلیه. همون یه ذره آتش توی محیط بسته نشون میده چرا اونی که آدم رو از پا در میاره دوده. خیلی بده، نمیتونی نفس بکشی، چشمت میسوزه. مصرف آب مرکز آموزشی اینقدر بالاست که بازیافتش میکنن. همه آب، نفت سفید، کف، پودر و بقیه فضولات میره توی فاضلاب و در نهایت میریزه توی یک حوضچه. اونجا نفت سفید میاد روی آب و راحت جمعش میکنن و معمولاً دوباره میسوزوننش. بقیه مایع میره تو حوضچه بعدی که هر چیز جامدی که توش هست تهنشین میشه. باقیش آب و کفه که میریزه توی نیزار. نکته اینه که کف پروتئین حیوانی داره و نیها ازش تغذیه میکنن. چیزی که باقی میمونه آبیه که نسبتاً تمیزه. در هفته‌ای که گذشت نظام بهداشت و درمان ملی انگلیس تصمیم گرفت که دیگه دستگاه دورنگار یا فکس نخره.
در این هفته همچنین باگ دیگری در گوگل پلاس یافت شد. این اشکال فنی سبب شد که گوگل شبکه اجتماعی گوگل پلاس رو ماه آوریل آینده، یعنی زودتر از وقت تعیین شده، ببنده. بله، برای گوگل هفته شلوغی بود، از جمله اینکه ساندار پیچای مدیر اجراییش در جلسه کمیته قضایی کنگره آمریکا ظاهر شد تا در مورد اتهامات مبنی بر جانبداری سیاسی توضیح بده. کمیته قضایی از مدیر گوگل سوال کرد که چرا وقتی در گوگل کلمه ایدیت یا احمق رو جستجو می‌کنیم در بخش تصاویر عکس‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ظاهر میشه. جواب او به مجلس این بود: همش تقصیر الگوریتم‌هاست. در همین هفته تیم فوتبال آمریکایی دنور برانکوز از رباتی رونمایی کرده که در آستانه مسابقاتش در برابر کلیولند براونز ساقی هواداران این تیم خواهد شد. پیمانی که به نظر میاد ساقی چندان پرش هم نمی‌کنه. اما اگه فکر می‌کنید دنیا واقعاً به چیز مهمتری نیاز داره و اونم حسگری که پشت زنبور نصب میشه، بله، دانشگاه واشنگتن هم با شما هم نظره. وقتی پژوهشگران متوجه شدن که طول عمر کوتاه باتری چالشی برای بکارگیری پهپادها در انجام تحقیقات، این صندوقک‌های کوچک سیاه رو پشت زنبورها وصل کردن تا به کمکش اطلاعاتی در مورد وضعیت هوا، کشاورزی و مزارع گردآوری و ارسال کنه، بلکه نظارت بهتری روی محصولات زراعتی به دست بیاد. و در پایان یک ربات موفق شد سر به سر تلویزیون دولتی روسیه بذاره و گولش بزنه، با اینکه اصلاً ربات نبود. در نمایشگاه فناوری در شمال مسکو این انسان نما با ظاهر انسان ماشینی روی صحنه رفت که تلویزیون راشا 24 دنبالش بود. با این گرافر و حرکات بوستون داینامیکی هم تلویزیون رو گول زد و هم شرکت کنندگان برنامه رو، اما نتونست از چشم تیزبین کاربران شبکه‌های اجتماعی در بره. این تصاویر بعدتر از سوی سازنده این روپوش 3000 دلاری منتشر شد با این توضیح که اونا هیچ وقت ادعایی نکردن محصولشون یک رباته، بلکه لباسی شبیه اونه. یکی از خطرات جدی آتش نشانی وقتی اتفاق میفته که آتش سوزی در یک اتاق بسته باشه. آتش تمام اکسیژن موجود در اتاق رو مصرف میکنه و بعد خاموش میشه. اما با اینکه آتش توی اتاق نیست، فضا بسیار بسیار داغه. به محض اینکه آتش نشان در اتاق باز میکنه، اکسیژن میاد تو، با گاز توی اتاق ترکیب میشه و آتش دوباره شعله ور میشه. فکر کنید چقدر خوب بود که آتش نشان قبل از اینکه داخل بشه بدونه که داره وارد چه جهنمی میشه. گزارش پل کارتر از سوئیس دقیقاً به همین موضوع پرداخته. در کار آتش نشانی اغلب خطر اصلی اون چیزایی که نمی‌بینیم. این کلاه ایمنی که سرم گذاشتم یه دوربین حرارتی داره. ویژگی منحصر به فردش اینه که یه نمایشگر کوچیک مدل عینک گوگل هم داره. میاد جلوی یه چشم و آتش نشان میتونه تصویر حرارت رو ببینه بدون اینکه دید عادیش مختل بشه. میخوام توی این اتاق پر از دود امتحانش کنم، ببینم چی میبینم. البته دود هنوز اونقدر سنگین نشده و همینجوری هم یه چیزایی میبینم، ولی وقتی دود بزنه بالا دیگه هیچی از آتش نمیبینم. به نظر عجیبه، ولی اتفاقی که میفته. توی همه ساختمان‌های مدرن کلی مواد سنتتیک به کار رفته و در شهرهای امروزی ساختمان‌ها به هم نزدیک‌ترن، یعنی کنار پنجره‌ها سوراخ کمتره، بنابراین کلی دود تشکیل میشه و ممکنه آتیش پشت دود پنهان باشه یا ممکنه آدم‌هایی تو اون طبقه باشن که دیده نشن. ضخامت دود یکی از مشکلات جدی آتش نشان هاست. طبعاً دوربین حرارتی یه اطلاعات اضافی به آتش نشان میده و کارش رو راحت تر میکنه. قبلاً چنین امکانی نبود. الان شما میتونی در همون هنگ که شلنگ دستته و آب میپاشی با دوربین حرارتی هم ساختمون رو ببینی و مطمئن بشی که شلنگ رو جای درست نشونه رفتی. نکته دیگه اینه که همونقدر که آتش نشان ها مراقب ما هستن، از خودشون هم باید مراقبت کنن. و در این مورد شاید هیچی به اندازه لباسی که می پوشن مهم نباشه.
یکی از بزرگترین مشکلات آتش‌نشان‌ها در حال حاضر اینه که لباسشون حرارت بدن خودشون رو بیرون نمیده. بنابراین خیلی از پروژه‌های جدید در راستای اینه که جلوی گرمازدگی آتش‌نشان‌ها رو بگیریم. با علم امروز تولید لباس ضد حرارت و ضد آتش کار سختی نیست. مشکل اصلی اینه که منعطف و سبک باشه و حرارت رو بده بیرون. در مرکز فنی دوپون در ژنو ماده‌ای تولید کردن که در دمای خیلی زیاد مقاومه. ویژگیش اینه که در دمای بالا باد میکنه و مثل عایق روی تن آدمی که پوشیدهش عمل میکنه. این نکته ثابت شده که اگر دمای داخلی بدن از حدی بالاتر بره، آدم تصمیم‌های غلط میگیره. در حقیقت حرارت عملکرد مغز رو مختل میکنه و این دقیقاً چیزیه که برای یک آتش نشان نباید پیش بیاد، چون ممکنه متوجه نشه چه خطری تهدیدش میکنه یا موقعی بفهمه که دیگه دیر شده باشه. کاملا میشه حس کرد که چطور لباس رو باد کرده. این حبابا سطوحی رو که در معرض آتش بودن به نسبت جای دیگه لباس بیشتر بالا آوردن. واضحه که این لباس‌ها رو در شرایط مختلف و سخت آزمایش می‌کنن که مطمئن بشن ایرادی نداره. یکی از آزمایش‌ها اینه که پارچه رو می‌سوزونن ببینن به اندازه کافی مقاوم هست یا نه. محض مقایسه همون آزمایش رو روی کتان معمولی هم انجام دادن. حتی تصورش هم وحشتناک. یا خدا، کلاً سوخت و نابود شد و رفت. یه دستکش هم ساختن که حسگر حرارتی داره. آتش نشان میتونه باهاش دمای سطوح مختلف یا مثلا درا رو اندازه بگیره که اتفاق غیر منتظره ای نیفته. چیزی که ممکنه تا الان به ذهن شما هم رسیده باشه اینه که سوئیس با اون همه برف و چیز آتش. ولی جالبه بدونین که سوئیس از نظر آتش نشانی یکی از پیشرفته ترین کشورهاست. مثلا تنها کشور اروپایی که قطار آتش نشان داره. این کابین تحت فشاره. بنابراین اگه آتش سوزی بشه میشه ازش به عنوان اتاق امن استفاده بشه. سوئیسی ها 16 تا دیگه از این قطار ها هم دارن. واقعا هیولایی. برای کارهای مختلف میشه ازش استفاده کرد. بعضیاش به آتش نشانی ربط داره، خیلیاش نه. مثلا میشه به عنوان قطار نجات در موقعیت هایی که آدم ها توی یه قطار دیگه گیر افتادن استفاده کرد. میتونه قطاری رو که از خط خارج شده برداره. ضمن این که به عنوان وسیله حمل و نقل آتش نشان ها هم استفاده میشه. ولی هر جوری که حساب کنی با حالترین کاری که میشه با این قطار کرد آتش نشانی. این هیولا 43,000 لیتر آب هم میکنه و 1,000 لیتر کف آتش نشانی. یه تفنگ کف پاش هم داره. به جز اینا میتونه یه پرده حفاظتی درست کنه. یه لایه آب که دور تا دور قطار رو میپوشونه و از دود و مواد شیمیایی حفظش میکنه. تا حالا در مرکز بین‌المللی آموزش آتش نشانی دیدیم که راه‌های مقابله با آتش چیا هستند. اما در آتش سوزی‌ها و فجایع بزرگ نقش هماهنگ کننده بسیار مهمه. کسانی که بایستی تصویر جامعی داشته باشند از اتفاقی که داره می‌افته تا بتونن هدایتش کنند. هر کسی که پشت این شبیه ساز بشینه نقش فرمانده عملیات رو بازی میکنه. وظیفه‌اش اینه که اوضاع رو زیر نظر داشته باشه و نفرات رو مدیریت کنه تا آتش رو خاموش کنه. نقش‌های دیگه رو هم میشه باهاش تمرین کرد. مثلا پرستار یا امدادگر یا پلیس. تجربه کاملا واقعی و سختیه. با اینکه شبیه سازی و واقعی نیست، ولی باید حواست شش دانگ جمع باشه که از سیر تند اتفاقات عقب نمونی. این شبیه ساز صرفاً یکی از نمونه‌هایی که نیروهای امدادرسان ازش استفاده می‌کنند. کت هاکینز رفته به سراغ یه پروژه دیگه که از واقعیت مجازی برای ارزیابی پیامدهای یک حادثه استفاده می‌کنه.
اینجا مرکز امداد لسترشایره، اولین مرکز بریتانیا که رفته سراغ واقعیت مجازی، با این امید که در دراز مدت فناوری جایگزین شیوه های سنتی آموزش بشه و هزینه آموزش کمتر بشه. یه تکه برام پخش کردن و آتش کاملا جدی بود. خلاصه به نظر میاد با تجربه های قبلی من از واقعیت مجازی که معمولا تفریح و سرگرمی فرق داره. ببینیم چی میشه. همه این صحنه ها رو از دنیای واقعی گرفتن. مثلا این منطقه لستر که سابقه آتش سوزی زیاد داره جای خیلی مناسبیه برای سرنخ پیدا کردن. این توی یه زنگ خطر دوده که نابود شده. یه چیزی بگم، همه چی خیلی واقعیه. انگار واقعا روی خاکستر وایستادم. یکی اینجا افتاده رو زمین. اگه آموزش مفرح باشه، آدما تشویق میشن بیشتر وقت بذارن. نتیجه یه تحقیق تو آمریکا نشون داده که وقتی آموزش توی فضای واقعیت مجازی انجام میشه، حدود 75% مطلب یادشون میمونه. درسایی که من در مورد امنیت جاده با پاورپوینت میدم، فوقش 5% جذب بشه. در نتیجه بی دلیل نیست که اومدیم سراغ این، چون آموزش رو خیلی بهتر میکنه. So we've added a lab, like an evidence room to it. And if you want to skip 10 seconds forward. اگه بخوای 10 ثانیه بزنی جلو با کنترل میتونی. کلاً میشه زد جلو از آتیش رد شد. آخرین صحنه که دیدی یادته؟ یه تلویزیون داشت ذوب میشد. قشنگ میبینی که روی اشیایی که هنوز آتش نگرفتن چه اثری داره. دقیقاً. نکته اینه که وقتی تموم میشه آدمهایی رو که آتیش رو خاموش کردن نشون ندادی. و شما میتونی هر لحظه برگردی عقب و بری سر همون صحنه آتیش سوزی. درسته. دیدن تأثیر آتش واقعاً عجیبه. خیلی سریع عمل میکنه. It's an immersive experience and the ability to تجربه فراگیریه. امکان اینکه مثلا شی رو لمس کنی، ازش عکس بگیری، علامت بذاری جالبه. ما معمولاً مرحله اول آتش سوزی و گسترش آتش رو نمی‌بینیم. بنابراین فناوری از این جهت هم مفیده. از منظر تحقیقات و آموزش نیروی جدید در این حوزه هم ابزار بسیار ارزشمندیه. بخش از این که این تجربه اینقدر اثرگذاره به خاطر واقعی بودنشه. نیروی امداد و نجات لسترشایر روی این موضوع تاکید داشتن. می‌خواستن شبیه زندگی واقعی باشه، نه بازی کامپیوتری. این برنامه رو با همکاری یه شرکت به اسم ریور درست کردن. صحنه‌ها رو هم با دوربین و لیزر فوتوگرامتری ثبت کردن. با این دوربین‌ها میشه هزاران بار سناریوهای واقعی رو 360 درجه ضبط کرد. تا اینجا هرچی گفتیم در مورد استفاده آتش نشان‌ها از واقعیت مجازی بود. بقیه نیروهای امدادرسان چی؟ اینجا در آزمایشگاه فناوری و علوم دفاعی سخت مشغولن که ببینن چجوری میشه از واقعیت مجازی برای آموزش پلیس استفاده کرد. او پاها رو میبینم. آدم فکر نمی‌کنه پلیس و واقعیت مجازی ربطی به هم داشته باشن. چرا پلیس باید بیاد سراغ اینجور فناوری؟ با واقعیت مجازی میشه اتفاق تکرار نشدنی رو تکرار کرد. یعنی حادثه‌ای که در یک محیط یا شرایط خطرناک رخ میده هیچ وقت نمیشه بازسازیش کرد. در نتیجه نمیشه تمرینش کرد. ولی تو واقعیت مجازی میشه. ما در واقع فرصت و ابزاری در اختیارشون میذاریم که بتونن بدون خطر و بدون دردسر اون موقعیت رو تکرار کنن. یا خدا، اول باید ببینم زنده است یا نه. معلومه قرص خورده. نبض داره. همینقدر که امتحان کردم هم میتونم بفهمم که چقدر مفید خواهد بود. مثل خیلی از بازی‌های کامپیوتری که چشم آدم رو به جرم و جنایتی که میتونه اطراف آدم رخ بده باز میکنه. یا کمک میکنه بفهمی آدم‌ها چرا جنایت میکنن. این سوال‌ها مهمه. روی هم رفته این تجربه از اونی که با آتش داشتم لذت بخشتر بود. البته قاعدتاً باید یه حرف مهمتر از این بزنم. ولی خب اینجوری بود دیگه. توی یکی باز دلم میخواد برم تو اون فضا ببینم چه خبره. ولی توی صحنه‌های آتش سوزی فقط میخواستم زودتر فرار کنم بیام بیرون. حالا
قبل از خداحافظی یک توکه پا بریم لتونی و پهپاد بزرگی که اونجا ساختند. این پهپاد میتونه نمای ساختمون‌ها رو بشوره، اما کاربرد مفیدترش آتش نشانیه. این پرنده بی‌سرنشین 55 کیلویی که 3 متر قطرشه با شلنگی به زمین متصله و طبق ادعای شرکت سازندش آیرونز میتونه ساختمون‌ها رو 20 برابر سریع‌تر از انسان تمیز کنه و به ارتفاعی بالاتر از نردبان‌های آتش نشانی برسه. این پهپاد که توانایی حمل وزنی معادل 145 کیلو رو داره، به طور همزمان و بسته به شرایط آب و هوایی میتونه تا 30 دقیقه کار کنه. تعویض باتریش فقط 15 دقیقه طول میکشه و اگه باتری کاملا پر باشه تا 90 دقیقه میتونه به کارش ادامه بده. وقتی که نسل پنجم ارتباطات موبایل 5G همه گیر بشه، این دستگاه میتونه تصاویر زنده رو از چنین ارتفاعی به فرد هدایت کنندش مخابره کنه. خب به پایان یکی دیگه از برنامه های کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. همینطور میتونید اون رو از طریق یوتیوب بی بی سی فارسی تماشاش کنید، با ما در تماس باشید، از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و روی توییتر با شناسه @persianclick. ممنون از همراهیتون، تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.